سرخط اخبار. افزایش تنش بین طالبان و پاکستان، اعزام جنگجویان طالبان در مناطق مرزی، راه اندازی بخش ویژه پذیرش پناهجویان افغان در سایت وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات وزرای خارجه پاکستان و ایران درباره افغانستان، اجلاس مشورتی مسکو، حمایت همسایگان افغانستان از طالبان، شکست فوتبالیست های زیر 14 سال در دیدار حیاتی در مسابقات قهرمانی آسیا. با سلام و احترامات نیک به بخش اخبار شامگاهی از تلویزیون همدم، شما را خوش آمدید میگم. با مروری بر مهمترین اخبار امروز چهارشنبه 25 عقرب 1401 هجری شمسی در خدمتتان هستیم. افزایش تنش بین طالبان و پاکستان، درگیری مجدد نیروهای مرزی این بار در منطقه مرزی پکتیا. منابع محلی در منطقه مرزی ولایت پکتیا از درگیری نیروهای طالبان با نظامیان پاکستانی خبر می‌دهند. یک منبع موثق گفت که این درگیری‌ها حوالی ساعت 4 بجه عصر روز گذشته در نزدیکی دروازه خلاصی رخ داده است. و گفته این منبع، درگیری پس از ساعتی از شام دیروز پایان یافت و تا کنون از تلفات احتمالی دو طرف درگیری اطلاعاتی در دست نیست. این منبع گفت که طالبان نیروهای تازه نفس نیز به نزدیکی مرز اعزام کردند. تا کنون انگیزه این درگیری روشن نیست. مقامهای طالبان و پاکستان نیز در این زمینه صحبتی نکردند. دو روز قبل نیز نیروهای طالبان در اسپیل مولدگ قندهار با نظامیان پاکستانی درگیر شده بودند. راه اندازی بخش ویژه برای ثبت نام افغانستانی های واجد شرایط مهاجرت به آمریکا در سایت وزارت خارجه. وزارت خارجه آمریکا صفحه ویژه به نام یک جا شدن دوباره خانواده برای افغان ها در وبسایت رسمی خود راه اندازی کرده است تا از طریق آن افغان های ساکن در ایالات متحده نظر به وضعیت اقامتشان بتوانند اعضای خانوادهشان را به این کشور دعوت نمایند. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که از آگوست 2021 به این سو امریکا برنامه های یک جا شدن دوباره و اسکان خانواده های افغان را حمایت کرده است. اما بر اساس این اعلامیه هنوز هم شماری از افغان های واجد شرایط این برنامه با مشکلات بسیاری مواجهند. هدف از ایجاد این صفحه ویژه کمک به آن عده از خانواده های افغان خوانده شده است که تا اکنون از هم جدا ماندند. در این صفحه به افغان های مقیم ایالات متحده از شهروند آمریکا گرفته تا دارندگان کارت اقامت دائمی و کسانی که اقامت موقت بشردوستانه دارند توضیح داده شده است که چگونه میتوانند با بستگان و نزدیکانشان یک جای شوند. وزیر خارجه ایران بر همکاری با پاکستان در امور افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با بلاول برتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در مورد تحولات منطقه و روابط دو کشور گفتگو کرده است. امیر حسین عبداللهیان در این گفتگو بر همکاری دو کشور در امور افغانستان و حل مسئله مهاجران افغان تاکید کرده است. ایران و پاکستان دو همسایه افغانستان که میزبان بیشترین مهاجران افغان هستند. پس از سقوط دولت پیشین افغانستان نیز شمار زیادی از شهروندان افغانستان به این دو کشور مهاجر شدند. اما همواره مهاجران افغانستان از بدرفتاری پلیس دو کشور شکایت کردند. ایران مهاجران افغان را به گونه اجباری اخراج می‌کند و پاکستان هم در ماه‌های اخیر سختگیری بر مهاجران افغان را افزایش داده است. در چند ماه اخیر بیش از 1000 مهاجر افغان از سوی پلیس پاکستان زندانی شدند. اجلاس مشورتی مسکو. بحران انتقال قدرت در افغانستان هنوز حل نشده است. نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در آغاز نشست مشورتی مسکو گفت که بحران انتقال قدرت در افغانستان هنوز حل نشده است. زمیر کابولوف افزود مشکلات امنیتی نیز همچنان در افغانستان وجود دارد و روسیه از فعالیت داعش در شمال افغانستان نگران است. طالبان به این نشست دعوت نشدند. نمایندگان چین، پاکستان، ایران، هند، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان در این نشست حضور دارند. زمیر کابولوف در این نشست گفت که از آمریکا و متحدانش می‌خواهیم دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند. نماینده ایران هم در نشست مسکو ضمن حمایت از طالبان بر تشکیل حکومتی فراگیر در افغانستان تاکید کرد.
شکست فوتبالیست های زیر 14 سال مقابل ازبکستان در مسابقات قهرمانی آسیا. تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز چهارشنبه 25 مغرب در سومین بازی خود در مسابقات قهرمانی زیر 14 سال آسیا کافا 2022 در تاجیکستان با نتیجه 1-0 مقابل ازبکستان شکست خورد. مسابقات قهرمانی زیر 14 سال کافا 2022 اولین دوره مسابقات قهرمانی زیر 14 سال کافا است که توسط اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی برگزار می شود. 5 کشور افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان برای کسب عنوان قهرمانی در این رقابت 7 روزه با یکدیگر رقابت می کنند. افغانستان در 2 بازی اول خود در مسابقات قهرمانی زیر 14 سال در تاجیکستان 2 پیروزی برابر تیم‌های ایران و ترکمنستان به دست آورده بود و می توانست در صورت پیروزی در دیدار امروز خود نسبت به قهرمانی در این مسابقات امیدوار باشد. با تشکر از همراهی شما، این بود مهمترین اخبار امروز چهارشنبه 25 مرداد 1401. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.